ثروتمند ثروتمند میزاید، فقیر فقیر. هیچ استثنایی هم نداره. شما اگه بابات بساز بفروشه حتما آینده نماینده مجلس. اصلا انقلاب مگه انقلاب مستضعفان نبود؟ شما چرا با آمریکا ضرب جینتون برابره؟ من که با دهه 80 یا درس میدم، تنها چیزی که تو اینا کار نمیکنه ارزش ها. از بس فروختم به اینا. یا کدوم ارزش براشون دی ارزش تره؟ من به شما گفتم من مقصرم، من تقصیرم این است که با رانت اومدم بالا. حالا علیه اون رانته حرف نمیزنم. تو همون مشهد ببین چی وجود داره. مال های عظیم از محل بانک های عظیم در تهران. بعد الان فرق این جناح سیاسی رو من توی موضوعات نمیفهمم. الان مثلا... یعنی؟ یعنی مثلا روحانی رئیسی سر چی با هم دعوا دارن؟ اینو با هر دوتا که یک نظر دارم. ما توی طبقه متوسط، توی طبقه فرهنگی، توی طبقه سیاسی، تو هر کی هستیم نیاز به انقلاب شرم داریم. برای تمام طبقات متوسط به پایین دانشگاه رفتن کار عوضی. در دوره آقای رفسنجانی بود که اومد اعلام کرد که باید بخشی از بودجه دولت رو به عهده ملت بذاریم از آموزش. از نظر اونا آموزش هزینه بود، نه درآمد. بعد زن تو این تهران، برو ببین توی تهران، تو ام القرای اسلام، برو تو این دروازه قاره هرندی این چی بلایی دارن سر زن. چرا فقط این دخترای ونک زنن؟ اونا چرا زن نیستن؟ انگار سکشوالیتی مخصوص یک عده‌ایه. یه عده‌ای جنسیت زدودن. اونایی که اون پایینن جنسیت ندارن. همه یک جنسن فقیر. همه یک جنسن بی صدا. همه یک جورن. جنسیت ندارن. سکشوالیته مال ونک به بالاست. جنبش زنان مال اینجا هست. بابا اونا هم زنن. و دموکراسی یعنی صدای اونا. مردم سالاری یعنی تمام این حاشیه های اطرافی که دخترها در بدترین وضعیت دارن زندگی میکنن. بدترین وضعیت رو اصلا نمیتونم توضیح بدم. قابل توضیح نیست. به بیان نمیاد. وقتی میگم وضعیت بد، غیر قابل بیانه. رفتم تو یک خونه ای، دخترش مرده. میگم چرا مرده؟ وسط زایدان ها، نه توی روستای سرباز، وسط زایدان. میگم چرا مرده؟ میگه چی؟ اینجا آتیش گرفته تو خونه، ما توی محله آب نداریم، دخترم در خونه رو باز کرده خودش انداخته تو فاضلاب. از آتیش نمرده، از فاضلاب مرده. اینه وضع زن. اینم دختره. اصلا غیر قابل بیان حجم عظیم تبعیض علیه اون. هیچی نداره. بعد به شهرداری منطقهش گفتم بابا اینجا چرا آب نداره وسط زاهدانه؟ گفت ما اگه اینجا آب رسانی کنیم خونه هاشون گرون میشه میرن، چون اجارهشو ندارن بدن. نمیتونیم آب رسانی کنیم چون قیمت اجاره میره بالا. خیلی داره این اتفاقه میفته، مهاجرته داره از اونجا اتفاق میفته بخاطر همین موضوع آب. قیمت اجاره داره میره بالا. اصلا آب یه طرفش، ما همه طرفه داریم اون دختر رو میزنیم. میگم اینقدر حجم تبعیض بالاست که دیگه غیر قابل بیانه. نمیشه بیان کرد که یه دختری که آتیش میگیره خودشو میندازه تو فاضلاب که آتیش بدنشو از فاضلاب خاموش کنه، این چقدر داره تبعیض تحمل میکنه و چرا مرد؟ نمیشه بیان کرد. خب بعد دموکراسی اینجا این چیز یعنی صدای این اکثریته؟ نه این تعدادش بالا نیست، نمیتونه 50 به علاوه 1 رو به دست بیاره. خب نیاره، آدمه. اصلا یه آدمه که اینجوری داره میمیره. کجاست؟ تو همین کشوره. حالا تعدادش هم کم نیست اتفاقا. بچه‌هاشون میرن دم هوتک آب بردارن میفتن تا آب غرق میشن. آوارشون زیاده. تمساح میخورشون. تمساح دست بچه رو از اینجا قطع بله. میکنه. یعنی اینقدر تبعیض بالاست حجمش و سطحش که اصلا نمیشه توضیحش داد حتی. بعد سوال من این است که ما چرا فهم میکنیم که یه نماینده مجلس از اونجا فرستادیم اون صدای اینه؟ یعنی چی هست؟ اون چی کار هست؟ کیه؟ صدای اکثریته؟ چه اهمیتی داره؟ اون باید صدای این باشه و نمیتونه باشه، چون اصلا ساختار صدای اینو نمیاره بالا، صدای اکثریت رو میاره بالا. اکثریت هم که با پول ساخته میشه، خیلی راحت با تبلیغات ساخته میشه. پول میخواد، رسانه میخواد، رسانه هم نون میخواد، رسانه هم پول میخواد. چرا دخترای دیشموک تیتر یک رسانه نیستن؟ رسانه ها که اینقدر زرنگن،
چون صدای اونا نیست، چون رسانه هم پول میخواد، اکثریت با پول میشه ساخت، خیلی راحت با رسانه ها، با 60 جور تریک اند تریپ رسانه ای میشه اکثریت ساخت، میشه برد. بس بازی برندگان اکثریتیه که راهش چیه؟ راهش این است که بازی عوض بشه. بازی دست چه سطحی؟ در سطح ساختار. ساختار اکثریتی، شکل از انتخابات آدم‌هایی که میگن ما بیشتریم پس ما حقیم، ما فارسی حرف میزنیم بقیه حرف میزنن ما فارسا بیشتریم پس ما بردیم، ما دینمون اینه، ما جنسیتمون مرده، هر شکل از اکثریت بودن برده. بعد شما از من میپرسی جنبش زنان چیه؟ میگم جنبش زنان یعنی اینکه تو طرفدار دموکراسی باشی، طرفدار حاکمیت مردم بر سرنوشتشون باشی، و حاکمیت مردم بر سرنوشتشون یعنی حاکمیت مظلوم برای گرفتن حقش. اینه معنی دموکراسی. اینه. دینیش همینه، اخلاقیش همینه، انسانیش، هر جور حساب کنی همینه، که اون بچه که تو فاضلاب مرده حقش این نیست. این دموکراسیه. خب افتخار میکنن که نمیدونم این لیتریچر رو میشناسی دیگه، مثلا 80% مردم در انتخابات شرکت کردن، 90% اصلا بکنن به من چه؟ اکثریت هم اهمیتی نداره، بذار اصلا 3% شرکت کنن ولی صدای اقلیت باشه، صدای مظلومه باشه. اصلا تعداد چه اهمیتی داره در حق؟ هیچ اهمیتی در حق نداره. تو باید حقشو بدی، هرچند 3 نفره حقشو بدی، یه حقی داره. انسانی حق داره، دینی حق داره، اخلاقی حق داره، اقتصادی حق داره. بابا این مملکت 24 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار، یه عددی میلیارد دلار نفت میفروشه، حق بچه چیه؟ خب یه حق گرفتنی سادنی نیست. ساختاره که به تو اجازه میده بگیری حق تو یا نگیری حق تو. این بازی لیبرال دموکرات که ما میکنیم، هی تمرینش میکنیم، اصلا توش نمیشه حق گرفت. قبل حق گرفت بازیه، مثل اینکه شما بگی آقا من میخوام تو شطرنج بوکس بازی کنم. بابا شطرنجه، نمیشه توش بوکس بازی کرد که. آقا قاعده دیگه ایه، قاعده اکثریت. حالا ما سر اینکه اکثریتیم داریم با هم میجنگیم، معصوم ابتکار اکثریته یا خانم خزعلی، سر این داریم دعوا میکنیم. خب چه اهمیتی داره که معصوم ابتکار اکثریته یا خانم خزعلی؟ یه جنسن. اینا صدای مظلوم نیستن، اینا صدای مظلوم نیستن، اینا اشکالی از اکثریتی هستند که دارن حقوق بقیه رو میخورن. اینا اینا همشون شکل همن. ای دکتر بخشت بگی جملتون رو کامل کنید. نه معصوم ابتکارش مهمه، نه خزعلیش مهمه. دختری که تو دیشموک داره با چادر سفید خودش رو حلق آویز میکنه مهمه. اگه اونو ساپورت کردی تو مردم سالاری، اگه نکردی هیچ شکل از دعوا ارزش نداره. آقای دکتر میخوام این بحث تبعیض رو ببرم تو بخش مسکن. تو بخش مسکن شما یه صحبتی قبل‌تر از این موضوع گفته بودین. الان خب بیشتر یه چیز عیانیه دیگه، که الان شما بخوای یه زمینی مثل همین حالا مسکن مهر و فلان و فلانی که بخواد بسازه، خب این زمین میگن دولتیه، دولت داره یه لطفی به شما میکنه، میخواد شما رو صاحب خونه بکنه و حالا یه فرایندی داره که بعد اون فرایند طی بشه. فکر میکنید چقدر این رونده توی بحث تبعیض بین آدمهایی که حالا دهکای بالا که خونه دارن؟ کدوم روند متوجه نشدم؟ این که به اینا خونه بدین؟ نه این که بگیم که آقا صاحب زمین دولته، دولت میخواد بیاد حالا به مردم خونه بده و حالا این خونه دار شدن مستلزم یه سری روش، یه سری راههایی که باید طی بکنه تا به اون خونه برسه. اون کسی که خودش به قول شما تو زعفرانی خونه داره متوجه این ماجرا نیست، یعنی که اون آدمی که میخواد بره اون یه خونه ای توی یک جای توی پردیس صاحبش بشه دولتی، چقدر بعد حالا از چی میگن چیزی که نیازهای اولیه‌شه بگذره، یه پولی جمع بکنه، نمیدونم طلای بفروشه، ماشین بفروشه، بتونه یه خونه یه جایی داشته باشه. این تبعیضه
چقدر ما میتونیم بگیم آقا این تبعیضی که الان وجود داره حالا تصمیمیه که حاکمیت در موردش گرفته؟ ببینید من راستش با این طرح خیلی همدل نیستم. بریم به اونا خونه بدیم، به اونا ندیم. ببینید چرا؟ چون رسما همیشه به نفع بالایی ها تموم میشه تهش. یعنی تهش همین هاییم که مثلا بهشون میگیم قرار مسکن بدیم، میرن حواله هاشو میفروشن به اون بالاییه. چون الان یه سر بزن پردیس تهران، شهر پردیس که اونجا ساختن انجام، یه پاساژ بونگا ملکی داره. فکر نکنم در هیچ جای جهان پاساژ بونگا ملکی وجود داشته باشه. پاساژ سه طبقه بونگا ملکیه فقط. یعنی دارم به نفع کی کار میکنم؟ سفته بازه و دلالا. من میگم قواعد آسان‌تری وجود داره برای اینکه این پایین‌ها بهشون فشار نیاد. اجاره خونه رو رگولیت کن. اصلا بچه‌ها خونه بخرن. اصلا این طبیعی که با خونه بخریم خونه بخریم چرا رو انداختن؟ چرا تو کانادا کسی دوست نداره خونه زیاد بخره؟ فکر خیلی فرهنگی آقای دکتر. نخیر به هیچ وجه، شما خونه نخری بدبخت میشی. کجاش فرهنگیه؟ خونه نخری بی آینده ای. یه متر اجاره رو ماه دیگه سال دیگه نمیتونی اجاره کنی. خیلی طبیعیه. در اتفاقا ضد فرهنگیه. سال 1154 50 میگفتن اجاره نشینی خوشنشینی ضرب المثل بود. کجاش فرهنگی؟ اجاره نشینی بخشی از خوشنشینی بود. الان تو مستاجری بدبختی. من دفتر خودم که تو انقلابه خب این ماه 120% افزایش اجاره داد. دفتر خودم یه جای کوچیک اجاره کرد 120%. کجا اجاره نشینی خوشنشینیه؟ اصلا نیست. من میگم آقای دولت مرحمت فرموده ما رو مس کنید. اصلا ما نیاز نداریم شما خونه بسازی، از قولا بدی به ما رو خونه دار کنی. چرا خونه دار شدن رو ارزش کردی؟ به نفع یه عده‌ای. این که خونه دار شدن در ایران شده رگ گردن، نفع یک عده‌ای توشه. چرا تو آلمان ارزش نیست به نظرت؟ مثلا میگی آقا مثلا تو زندگی چی داری؟ نمیگی که من تونستم خونه بخرم. اصلا چون چیزی اصلا جز رزومه نیست، اصلا چیزی نیست. چرا؟ چون اجاره خونه وقتی قرار 5% در 3 سال گرون بشه، در 10 سال 5% گرون بشه، تو اصلا بچی با خونه بخری. تو مثلا فرض کن حقوقت 3000 یوروه، اجارت 500 یوروه، 500 قراره تا 10 سال بشه 600. خب بچی خونه بخری. ولی اگه ایرانی درآمدت 50 تومنه، اجاره خونت الان 30 تومنه و قرار این 30 تومن بشه 100 تومن تا 2 سال، معلومه باید خونه بخری. اصلا کالچورال نیست، رسما به نفع مافیای مسکنه. اصلا این اصطلاح بسیار خطرناک که مسکن موتور اقتصاد ایران است، مهمترین حرفی بود که مافیا تو دهن دولت ایران گذاشت. کی میگه مسکن موتور اقتصاد است؟ مثل اینکه پزشک موتور درآمد بیمارستان است. مسکن سرپناه مردم است، موتور اقتصاد نیست، موتور کاسبی نیست، آموزش محل کاسبی نیست، درمان محل کاسبی نیست. اینها موتور اقتصاد نیستن. در ایران مهمترین موتور اقتصاد مسکن است، به نفع مافیای مسکن. مافیای مسکن سه ضلع مشخص داره: شهرداری، بانک، مجران، که بساز بفروشن. یعنی یک مثلثی بین بساز بفروشا، شهرداریا و بانکا. این مافیای مسکنه. یه چیزی رو در ایران جا انداخته. خونه نداشته باشی بی آینده ای. جا انداخته، نه کالچورال رو انداخته، واقعا جا انداخته. اگه یه دستشویی تو زعفرانیه داشته باشی آینده داری. اگه پروفسور عالم باشی، ملک تو این تهران نداشته باشی، شهروندش نیستی، شبا باید بری کرج بخوابی. این کالچورال نیست، این نفع اساسی مافیای مسکنه. مسکن موتور اقتصاد نیست. دولت نیاز به ساخت مسکن نداره. دولت باید جلوی غارت مردم توسط مافیای مسکن رو بگیره و اون از طریق افزایش دائمی قیمت مسکنه. از شما میپرسم اگر قیمت مسکن قرار باشد 50 سال تکون نخوره، خونه میخری شما؟ برای چی باید بخری؟ به لیبرالیسم رفت داره دکتر. چی؟ به لیبرالیسم. 100%. چون یه معنایی داره. اون این است که ما یک لیبرالیسم مالی ایجاد کردیم. شما اگه ملک، دلار
و طلا داشته باشی در ایران آینده داری. اگه ملک دلار و طلا نداشته باشی ها بزرگترین آدم ایران باشی بی آینده. این اسمش لیبرالیسم مالیه. خب یعنی سرمایه‌داری مالیه. متاسفانه سرمایه‌داری صنعتی ایران تبدیل به سرمایه‌داری مالی شد. اونایی که میگن مسکن موتور اقتصاده همون کسانی هستن که سرمایه‌داری مالی ایجاد کردن. بانک‌ها مشغول غارت مردم ایران هم. فقط به ازای یک بانک شما پارسال خود شما 5 میلیون تومان پول دادی. این از ثروتت کم شد. بانک‌ها دارن این کار میکنن. خب در چنین شرایطی معلومه داشتن مسکن خیلی مهمه. چرا؟ حفظ ارزش داراییته در مقابل بانک‌ها. در مقابل غارت بانکی تو از طریق ملک دارایی تو حفظ میکنی. خب سوال چرا باید دولت مسکن بسازه؟ دولت باید امکان حفظ ارزش دارایی رو برای من ایجاد کنه. داره ریال رو پهن میکنه. یه کسی چند وقت پیش تو خیابون از من رد میشدیم پرسید دکتر من الان برای حفظ زندگیم چیکار کنم؟ مثلا یه پول کوچیکی دارم. گفتم پهن بخر. گفت چی؟ گفتم پهن بخری حتما بهتر از اینکه ریال داشته باشی. برو پهن بخر، اگه سود نکردی بیا به من فوش بده. پهن الان با ارزش‌تر از ریاله. کی کرده این کار رو؟ سرمایه‌داری مالی. سرمایه‌داری رفاقتی مالی پتروشیمیا و فولاد و مسکن، بانک‌ها، اینا، این ائتلافشون. اینا این کار کردن. پهن بخر. خب وقتی ریال داره غارت میشه، صبح پاشی ممکنه که دلار تبدیل شده بشه به 100 تومن. چیکار کنی؟ باید ملک بخری. وگرنه کی گفته شما برای سرپناهت حتما باید ملک بخری؟ مثلا همه دنیا میتونی اجاره کنی. پس راهش چیه؟ راهش این است که دولت قواعد حاکم بر نظام مسکن مثل اجاره، مثل قولنامه، مثل اینجور چیزها رو برداره، قواعد جدیدی اعمال کنه. حالا دولته طرفدار موجره. مشکل اینه. فکر میکنید چقدر فضا جامعه آماده پذیرش یه همچین تغییریه؟ جامعه اصلا چنین تغییر رو نشنیده. یعنی شما الان از کی شنیدی که آقا اجاره خونه باید 7 ساله بشه؟ همه جامعه تحریک شدن که بیا زمین بهت بدیم. ببین دارن به مردم رویا میفروشن، بیا زمین بهت بدیم خونه بساز. دروغه. دوباره قرار یه عده پیمانکار سود کنن. دروغه. مردم رویا نخرید، نرید ملک بخرید، نرید تو بورس. دروغه. دارن بهتون گول میفروشن. به قول قدیمی ها دارن سرتون رو گول میمالن. نرید تو بورس، نرید تو مسکن خری از دولت. نه همش دروغه. اون چیزی که درسته این است که دولت بخواد طرف تو واسته، باید قواعد بازار مسکن را عوض کنه، از نفعی که مافیا میبره برداره، به مردم اضافه کنه. ساخت و ساز در تهران، ببین کل پولی که شهرداری تهران از بساز بفروشای بزرگ تهران میگیره که پیار سال 200,000 میلیارد تومان سود کردن. پیار سال 15% شهرداری هیچ سهمی از اینا نمیگیره. باید از جیب اینا برداره. باید حاضر باشه از جیب اینا برداره. اگه حاضر نیست برداره، 100 بار زمین بده ملک بفروش. هیچ ارزشی نداره. به مردم نمیرسه. مال مردم نیست. مال پیمونکاراست، مال سفت بازاست، مال بانکاست. مال اوناست. مال مردم نیست. و دکتر اینا که از تو این چند وقت اخیر گفتن برین خونه خالی ها شناسایی کنی، مالکاشو جریمه کنید، مالیات ازشون بگی، اینا همه علکی؟ خب شما برو درآمد مالیاتی رو از پایه مالیاتی خانه های خالی پارسال چک کن، ببین اصلا پولی توشه. کسی گرفتن اصلا. دروغ هست دیگه. برو درآمد مالیاتی رو تو همین پای مالیاتی چک کن، بزن از کسی پول گرفتن. دروغه. این دولت زورش به اونا نمیرسه یا نمیخواد که بگیره؟ دولت خودشونه. مال خودش. دولت خودشونه. دولت.
دکتر این بحث تبعیض رو میخوام همچنان ادامه بدم، بریم تو بحث درمان. تو حالا باز بگم توی صحبتاتو خیلی به موضوعات این چنینی اشاره کردی، ولی میخوام یه ذره بیشتر روش تمرکز کنیم. اینکه شما فکر کنم گفتین که خب حالا پزشکا خب یه قشر مرفعن، توی صحبتای امروز همون باش در مورد صحبت کردی، و اینکه حالا بهره مندی از بیمارستان خوب، دکتر خوب، نمیدونم امکانات خوب درمانی هم خاصه یه قشر خاصیه، شاید بگم شاید مختص یک رجل مثلا قشر رجل سیاسیه. این تبعیض رو چجوری باید باش برخورد کرد؟ راه حلی داره؟ میشه اصلا کلا این تبعیض ها رو از بین برد یا اصلا نه؟ من همون جواب قبلی رو بهتون میدم. تغییر تبعیضات با تغییر ساخت دموکراسی. ما با این بازی مجلس جلوی این مافیا نمیتونیم بایستیم. ببین مثال باید بزنم. الان پزشکا همشون مرفه نیستن. ما یه مافیای پزشکی داریم که اینا بیشترین منابع حوزه درمان رو میبرن. مثال بزنم. شما بیمارستان داری تو سعادت آباد. کاربریشو با چی گرفتی؟ 5000 متر زمین گرفتی؟ متری چند گرفتی با کاربری درمانی؟ مفت. تو سعادت آبادی که زمین متری 500 میلیون تومنه، تو مفت بیمارستان گرفتی. تجهیزاتشو با کدوم دلار وارد کردی؟ با دلار آزاد نخیر؟ با ترجیحی؟ با نیمایی؟ با چی وارد کردی؟ پس زمین که مال مردمه، دلارش هم که مال مردمه. سوال، چقدر مالیات میدی؟ دفترهای حسابت نشون میده ورشکسته ای. سوال، اگه ورشکسته ای داری شبید 15 میلیون تومان پول تخت از مردم میگیری، سوال اصلی این است که چرا پس داری بیمارستان دوم میزنی؟ اگه ورشکسته ای یه 10000 متر دیگه زمین تو اینجا گرفتی مفت. ببینید ما بچه نیستیم که. بعد همین آدمی که کاربری، همین سیستمی که کاربری درمانی مفت گرفته، تجهیزات درمانی مفت گرفته، تو کرونا بهش میگی مردم رو بستری کن دارن میمیرن، میگه نفر پنجم تو هم پولشه زندگیش، بیمارستان شخصیمه. زمین مال مردم، دلار مال مردم، عوارض مال مردم، مالیات معاف. چرا اجازه دادی مردم تو کرونا بمیرن؟ ببینید بازی اینه. حالا جلوی این، جلوی این ساخت نگاه کنید. پزشکا که سب، یعنی منظورم بدنه پزشکی، نفی از این نمیبرن. 10 نفر خب نفی از این نمیبرن که. جلوی اینا چجوری میشه واسطات؟ باید که تشکل پرستاری قدرت داشته باشه و تو مجلس از 25 نفر کمیسیون بهداشت یه پرستار داریم. من که قواعد درمان تو بیمارستان نیستم که بفهمم، پرستار میفهمه. به پرستار باید قدرت داد. این راه تغییر مناسبات نابرابره. به معلم باید قدرت داد، اون کسی که تو خود اون بازیه، خود گیم بیمارستانه، اون باید قدرت. به رزیدنت باید قدرت داد. میدونی به رزیدنت چقدر حقوق میدن؟ عملو رزیدنت میکنه، پولو دکتر. اصلا معلوم نیست سر عمل اومده یا نه، اسمس داده یا یه دقیقه آمده رفته، رزیدنت کار کرده، از بس کار کرده شب بیحال افتاده یا خودکشی کرده، 8 تومن حقوق گرفته، 6 تومن حقوق گرفته. کسی که داره 48 ساعته تو بیمارستان کار میکنه و عمل میکنه 6 تومن حقوق گرفته. ببینید چقدر تبعیض. به رزیدنت باید قدرت داد. یه چه قصور پزشکی این وسط اتفاق میفته، جون آدم از بین میره. اون که هیچ، که اصلا دیگه غیر قابل بیانه. واقعیتش اینه که توی ساختار پزشکی، ساختار درمان منظورم، باید به اقشاری که در اون ساختار هستن ولی نقشی در تصمیم گیری و قدرت ندارن قدرت داد تا اونجا اصلاح بشه. و باز تغییر ساخت دموکراسیه، یعنی پرستار باید تو مجلس باشه، تو هر مرکز تصمیم گیری باید تمام ذینفعان درمان باشد، نه فقط پزشکان صاحب بیمارستان، نه فقط وارد کنندگان تجهیزات پزشکی، نه فقط مافیای دارو، نه همه باید باشه.
مافیا داروه. من یه باری با یه آقای کپکانیان بحث میکردم، شورای انقلاب فرهنگی، سر کنکور. بهش گفتم آقا این مافیای کنکور رو چرا میارید تو شورای انقلاب فرهنگی، ازشون مشورت میگیرید؟ گفتش که اونا زینفعن، از همه زینفعن. گفتم آها، پس زحمت بکشید تو موضوع قاچاق هروئین هم از قاچاقچیای هروئین حتما مشورت بگیرید، چون اونا مدیریتشون از شما بهتره. خوب توضیح میکنن، قیمت‌ها رو هم نگه می‌دارن، دلار گرون میشه، هروئین گرون نمیشه، شما هم مدیریت اونا رو ندارید. خب یعنی چی زینفعان صدا میکنیم؟ نباید مافیا رو صدا کنید که. الان مافیا رو صدا کردن برای تصمیم گیری. مافیا رو نباید صدا کرد. تو مغز دانشجوی پزشکی کردن که اگه تعداد پزشک زیاد بشه تو بدبخت میشی. آقا استاندارد میگوید به ازای هر 10,000 نفر ما 40 تا پزشک باید داشته باشیم، مثل روسیه. الان چند تا داریم؟ 11 تا داریم. تا 35 تاش هم بره برای تو شغل هست، درآمد خوبم هست. چرا نفع نمیکنن؟ چون اون مافیای درمان داره ضرر میکنه. تو چرا با اون همدل میشی؟ پس درمان هم راهش این است که اقشار ضعیف، اقشار کوچک ولی مؤثر در نظام درمان قدرت پیدا کنه تا جلوی مافیا گرفته بشه، وگرنه ما نمیتونیم کاری بکنیم. آقای دکتر، میخوام دوباره روی بحث تحصیلات عالی و اینها یه صحبتی با هم بکنیم، و اون هم این که اصلا به نظر شما چقدر این بحث تحصیلات عالیه توی کشور مهمه. ببینید توی بین پسرها، اونهایی که شاید درصدشون بیشترشون میرن سمت اینکه فوق لیسانس بگیرن، دکتر بگیرن، بخاطر اینکه فرقه سربازی نرن. چقدر فکر میکنید که این ماجرا، اینکه اون آدمه برای اینکه سربازی نره میره سمت تحصیلات عالیه؟ بیایم به جنبه مثبت قضیه نگاه کنیم که خب که ما اینقدر حالا سرباز نخبه داریم، سرباز نخبه‌ای که مقاله میده، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی کشور. بیایم از این بعدش نگاه کنیم و بیا به این قسمت نگاه کنیم که آقا این به عنوان یک میتونسته به عنوان سرباز به مملکتش خدمت کنه، اما به خاطر اینکه سربازی نره از این موضوع بخاطر میره درس میکنه که نره سربازی. من اصلا میگم نظام آموزش عالی کلا تعویق زندگیه. برای دخترام هست، پسرا سربازی، دخترها ازدواج. من یکم عقب بندازم، فشار رو کم کنم، ولی اشتباه میکنم. بالاخره باید به با اون واقعیت طرف شم. دختره باید جواب فامیلو بده. ایران باید بده که تو چرا عروس نشدی. آخه این جواب ادامه داره، چرا ازدواج نمی‌کنی؟ چرا بچه دار نمی‌شی؟ تا بدبختت نکنن، تا خاک برسونمت ولت نمی‌کنن. دختره باید جواب فامیلو بده، جواب ننه‌شو بده، بچه‌ام پسرم باید جواب سرباز. پس نظام آموزش عالی نظام تعویقه و این اشکال بچه‌ها نیست، اشکال خود نظام آموزش عالی، به بچه ها ربطی نداره. چه موضوع سربازی حرفه‌ای، چه موضوع سرسامون پیدا کردن دخترها، هر کدوم که عامل تعویق زندگیه باید از طریق ساختار رفت بشه. نظام آموزش عالی ما یک بخش مهم رو نداره، مهارت. ببینید الان در کانادا، در سوئیس، در آلمان، نمونه کانادا رو بگم، 80% بچه‌ها میرن کالج، 20% بچه‌ها میرن دانشگاه. کالج چیه؟ کمک دندان پزشکی به تو رد میده به 2 سال، درآمد 2 سال دانشگاه بیشتر. بعد ملت چرا برن دانشگاه؟ میرن کمک دندان پزشکی یاد میگیرن. تمام شد. ما اصلا کل اینو نداریم. همه میرن دانشگاه که اون مدرکه رو بهشون بفروشن، دانشگاه آزاد اداره بشه. باید این بنگاه چند ملیتی، چند رسانه‌ای، چی میگن، چند صحابی، از پول جیب ضعیف‌ترین اقشار مملکت اداره بشه. بنظرم دانشگاه آزاد بزرگترین ملکدار کشور. معلوم نیست جهرم تو دانشگاه آزاده یا دانشگاه آزاد تو جهرم. برید نگاه کنید دیگه، حجم ملکی دانشگاه، یه سرمایه‌دار ملکیه، داره از محل خون پایین‌ترین قشر جامعه تغذیه میکنه. آقا چرا به این بچه ها لیسانس کارتوگرافی میدی آخه؟ چکار کنن؟ دکترای ژئوتکنیک چکار داری میکنی با این بچه ها؟ این الان بره کمک دندان پزشک بشه، خیلی به نفعشه. ماما بشه توی روستا، زندگیش بهتر خواهد بود.
بابا شما دارید بچه ها رو ویران میکنید. این تقصیر بچه ها نیست که. آقا سر تعویق سربازی چرا؟ این بچه باید تو این 4 سالی که بعد از دبیرستان میگذرونه بتونه زندگیش را سر و سامان بده. فقط به 4 سال کافیه. کافیه. یعنی بچه باید بتواند از 18 سال تا 4 سال بعدش زندگیش رو سر و سامان بده. دولت مسئوله. از زیرش در نرو. و نظام خصوصی آموزش عالی هیچ غلطی در این رابطه نمی‌کنه. اصلا مسئولش نیست که زندگی اینو به یه جایی برسونه. اصلا مسئولش نیست. اتفاقا بعدش نمیاد سربازی سفتر بشه که اینا مجبورشن تا دکتران برن. اونا بعدشون نمیاد که. ولی سوال اصلی این است. چرا این بچه ها نرن کالج؟ چرا کالجی وجود نداره؟ چرا نرن یه چیز یاد بگیرن که بتونن کار کنن؟ بازار اشتغال ما به شدت نیاز به شغل داره. متأ شغل هایی که مهارتشو داشته باشی. دکتر یعنی دانشگاه اینو کاربردی میشه کمک تو این قصه نکرد. چون فکر کنم به خاطر همین اصلا شکل گرفت. علمی کاربردی فقط در یک بخش به درد خورد دیگه. اون علمی کاربردی هایی که مال یک جای شغلی هستن. مثلا کارخونه رنگ چی رفته برای خودش علمی کاربردی. اون درست. نظام صنعتی اومده پای چی؟ آموزش. آموزش اون درست. چند درصد؟ 10%. بقیه همش الکی. بعد جالب من هفته پیش رفتم بازدید کارخونه. میگه بحران اصلی کارخونه بزرگی بود. میگه بحران اصلی ما نیروه. نیرو خوب نداریم. همش مشکل نیرو داریم. میگم ای بابا اون همه لشکر بیکاران اون پشت شما مشکل نیرو دارید؟ میگه آها اونا به درد نمیخورن که اونا آموزش ندیدن. نمیتونن پا دستگاه من واسن. من آزمایشگاه نشاسته دارم. نه بلد نیستم. دانشگاه چیکار میکنه؟ هیچ. ربطی نداره به صنعت. هیچ رابطه ای بین صنعت و دانشگاه نیست. هیچ. اون داره برای مریخ نیرو تولید میکنه. این نیاز داره پای دستگاهش آدمی حرفه‌ای داشته باشه و نداره. تمام شد. پس نظام آموزش عالی ما در ضعف عمیق نداشتن کالج، یعنی نداشتن مرکزی که به درد شغل بخوره، داره رنج میبره. و به خاطر مافیای آموزشی که داره سود میبره از فروختن مدرک، همچنان دارن این مسیر غلط رو ادامه میدن. همچنان. چون کمیسیون آموزش هم باز دست همی صاحبان دانشگاه خصوصی. برید رزومه هاشون نگاه کنید، همشون تو گذشته شون یه دانشگاه خصوصی رو انداخته. نمیذارم. ماجرا عوض شد. من معتقدم سیاست پیشبرد ذره به ذره مطالبات. هر جای احساس کنم عدالت آموزشی برقرار بشه میرم. هر جای خانه شیطان میرم. هر جای احساس کنم که اونجا علیه این ماجراست نمیرم. هر کی میخواد باشه، هر کس میخواد باشه، اصلا دیگه فرقی برام نمیکنه. این جنبه سیاسی هم براتون مهم نیست؟ هیچ. چه فرقی میکنه؟ هر کی ها... یه بار یادم آقای خاتمی یه بیانیه داد به نفع عدالت آموزشی، محمد خاتم، این حرفای من زده بود. من یه پست اینستاگرام گذاشتم گفتم دمت گرم که این حرفا رو زدی، ولی کاش نسبت به کارهای محمد علی نجفی در دوره خودت تو آموزش هم موضع میگرفتی، چون نابرابری آموزشی از تصمیمات خودت شروع شد، از تصمیمات محمد علی نجفی و مدرسه غیر انتفاعی و اینا شروع شد، از سهمیه هایی که آقای رفسنجانی راه انداخت شروع شد. سهمیه بیچاره کرد نظام آموزش عالی رو، همه چیز رو داد به یک عده. 19 جور سهمیه درست کردم تو آموزش عالی. تو دستیاری پزشکی ما سهمیه داریم. بابا یارو متخصص چشمه، چجوری جرأت میکنید یه آدم بی سواد و سهمیه بدید متخصص چشم کنید؟ چجوری جرأت میکنید؟ وحشتناکه. ببینید تو دستیاری پزشکی هم دارن به یه عده بی سواد سهمیه میدن. چرا میدید؟ خطرناکه. من چجوری جرأت کنم شیکم رو بدم دست اون جراحی کنه؟ آقازاده است. فکر کنی آقازاده بالا سرت زده میخواد جراحیت کنه. اقتصاد مملکت رو جراحی میکنید بسه. شیکم ما رو ول کنید. والا من میدونی چی میگم؟ میگم حالا ملاک من برای هر اکتی پیشبرد این مطالبات. دولت بکنه نوکش، ملت بکنه، هر کی بکنه، ولی بکنه.
شعار نده. خب اون موقع هم واقعا خالصانه پای توسعه میدویدم. باغ کتاب من را انداختم، بزرگترین مرکز توسعه. الان پشیمونم چون فقط طبقات بالا میتونن ازش استفاده کنن. 2 میلیون تومان باید تو جیبت پول باشه بتونی بری باغ کتاب کتاب بخری. کتابم مال بالایی هست. خب الان واقعا معذرت میخوام اون کارا رو کردم، فکر میکردم درست. وقتی از خودم معذرت میخوام بقیه رو که ولش کن دیگه، اشتباه بوده. الانم فکر میکنم که درسته اون حرفی که نخست وزیر اسلند زد، ما مسئول اون پیرزن پای پل جوادی هستیم. اگه قانون بهمون اجازه نمیده باید قانون رو تغییر بدیم. چه به رفراندوم معتقدی؟ اصلا مفهوم اکثریت رو من نمیفهمم. تو میخوای به زور اکثریت حق پیش ببری؟ یعنی چی؟ حق هر جا هست بده، هرچند اکثریت مخالفم. موافقم دمشون گرم، مخالفم به جهنم. حق باید بدی. اگه حق زنان ایناست باید بدی، اگه نیست نده. حق ملاکش اکثریت نیست. حقوق انسانی، حقوق طبیعی، حقوق مدنی، حقوق دینی، اینا حقه، باید بدی. یعنی چی؟ من اگه فردا صبح رفراندوم تایید نکرد حق زنا رو ندم؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ باید بدی، باید بدی. همه اینا کلاهگذاریه. شیوه های اکثریتی شیوه های رسانه‌ای و کلاهگذاری و پول خرج کردنه. باید حق رو بدی. اگه حق زنان اینه باید بدی، اگه حق کودکان اینه باید بدی، اگه حق حاشیه نشینان و مرز نشینان و اقلیت های مذهبی اینه باید بدی. بدی. ببخشید توی رفراندوم هرگز اقلیت های مذهبی مگه میبرن؟ کن نداره ببرن. ها؟ الان زرتشتی ها چند تان مثلا تو کدوم رفراندوم میبرن؟ خنده داره. حقوقشون باید بدی. بگم به زور تو مجلس نماینده داشته باشه. چرا باید حقوق زرتشتی ها رو ندی؟ چون اکثریت نیستن؟ چون تو رفراندوم میبازن؟ چه حرفیه؟ با اینا بازی حق ندادنه. دعوا بر سر رفراندوم. حق باید بدی. بی رفراندوم، با رفراندوم حق باید بدی. ای دکتر من دیگه خستتون نکنم. من آخر گفتگوهام یه سری حالا واژه یا اسم میگم و میخوام که مهمانم نظرش رو در مورد اونها بگه. آقای هاشمی رفسنجانی، پدر تبعیض. محمود احمدی نژاد، آقای ابراهیم رئیسی. آخه مافیای پزشکی، دادگاه، حجاب اجباری، دهه 80، کنکور، ظلم، آقای آمین پور، ازدواج، دانشگاه امام صادق، طبقه برنده، محمد خاتمی، طبقه شرمنده، سربازی اجباری، ظلم، و آخرین نفر مهندس موسوی. کاش گفتگو میکرد. خیلی ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. خواهش. زنده باشید. مخاطبان دیدار ممنون که ما رو دنبال میکنید.